امروز هم هموطنان بلوچ در زاهدان و سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان با برپایی تظاهرات و سردادن شعار علیه شاه و شیخ بر استمرار قیام تا سرنگونی آخوندها تاکید کردند. این هفته همچنین شاهد اعدام جنایتکارانه حداقل 30 نفر در یک هفته گذشته از جمله بیش از 20 هموطن بلوچ بودیم که امروز از سوی امامان جمعه شهرهای بلوچستان مورد حمله قرار گرفت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای رضا شمیرانی. آقای شمیرانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا می‌خواستم از آخرین خبرها و تحولات امروز در بلوچستان برای بیننده‌هامون بگین. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و خصوص هموطنان بلوچمون در سیستان و بلوچستان. امروز همینطوری البته علی‌رغم حضور گسترده نیروی انتظامی، نیروی سرکوبگر انتظامی و قطع اینترنت، ما شاهد حضور بسیار گسترده مردم، حتی گسترده‌تر از دفعات قبل، جمعه‌های قبل ما بودیم و شعارهای خشمگینانه‌ای که اونها می‌دادن واقعا تسلیم برانگیز بود و شاهد این بودیم که در واقع جنایتی که رژیم توی این هفته گذشته انجام داد امروز پاسخش رو از مردم گرفت. ولی من قبل از اینکه به جزئیات بپردازم، به خاطر اهمیت تظاهرات امروز و گستردگی اون، خانم مریم رجوی جمهور منتخب شورای ملی مقاومت تو همین رابطه پیام میدادن که من لازم میدونم اینجا بخونم و برای هموطنانمون در استان سیستان و بلوچستان اونا رو در جریان بگذارم. خواهش میکنم بفرمایید. بخشی از پیام خانم رجبی رو میخونم که گفتن که درود به مردم به پاخواسته زاهدان که در خیزش شجاعانه امروز خود نشان دادند که اعدام های جنایتکارانه و دستگیری های کور نه تنها در عزم هموطنان بلوچ در مبارزه علیه رژیم آخوندی خلل ایجاد نکرده، بلکه آنها را در قیام و سرنگونی مصممتر کرده است. امروز توی تظاهرات اگر دقت کرده باشیم، علاوه بر شعارهای همیشگی که اونها میدادن، شعارهایی که سمت سوش و علیه نظام ولایت و نظام سلطنت بود، ما شاهد پلاکاردهای جدیدی بودیم که نشون دهنده اوجگیری حرکت‌های مردمی است. یکی از پلاکاردها نوشته بودن که پلاکارد خیلی بزرگی بود: آرمان ما مرگ ندارد یا شهادت آزادی. ببینید در واقع تمام صحبت خودشون رو توی این پلاکارد گفتن و پاسخ نهایی رو به رژیم و به تمامی کسانی که به نوعی رژیم رو دارن استمالت میکنن دادن. اما صحبت آقای مولوی عبدالحمید تو نماز جمعه، چون همطور که خودتون هم گفتید توی هفته گذشته در حدود 22 نفر فقط از منطقه سیستان و بلوچستان اینا اعدام کردن به بهانه کذایی مواد مخدر، آقای مولوی عبدالحمید اشاره کردند که ایران و خصوصا منطقه ثروتمندی هستش. شما کجا از ثروت‌های این منطقه استفاده کردید برای اینکه کار تولید کنید که جوانان این منطقه بر سر کار برن و مبتلا به یک سری فسادهای اینجوری به قول شما نشوند؟ اگر اینچه که امروز کارهایی که مردم دارن میکنن، تمامی اینها باعثش خود شما هستید و به چه دلیل، به چه حقی، خود کدوم حکومت میاد مردم خودش رو میکشه که شما در عرض یک هفته بیش از 22 نفر رو اعدام کردید؟ و همونطور توی شعارهای مردم اگر دقت کرده باشین، شعارهایی که مردم دادن اشاره بود در واقع به همین جنایتی که خصوصا توی یک دو هفته اخیر صورت گرفته بود که میگفتن که ما همه اهل جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، در واقع یا همون شعارهایی که بر علیه سلطنت یک دست جنایت سر نه سلطنت نه ولایت. ببینید شعارها در واقع شکل دیگه‌ای به خودش گرفته، حرکت دیگه‌ای به خودش گرفته، یک فضای دیگه‌ای تو مردم ایجاد شده و علارم که جو امنیتی که تو منطقه وجود داره و قاعدتاً باعث مردم رو بترسونه و عقب بکشونه، دیدیم که این جمعه مثل تمامی جمعه‌های قبل و البته خیلی بیشتر از جمعه‌های قبل، امروز خیلی گسترده‌تر و خیلی گدازان‌تر این حرکت جمعه اعتراضی برگزار شده. در واقع بعد از 9 ماه که از جنبش داره میگذره، ما امروز میبینیم که سیستان و بلوچستان به واقع یک باتلاق
برای خمینی و رژیم ولایت‌فقیه تبدیل شده که تحت هیچ عنوانی و با هر محملی که اینا محملی ترفندی که استفاده کردن نتونستن ازش خارج بشن. خیلی ممنونم. خب با اجازه بریم تصاویری از تظاهرات امروز مردم دلیر زاهدان بعد از پایان نماز جمعه رو با هم ببینیم، بعد سوالات رو ادامه بدیم. خواهش میکنم. آقای شمیرانی، شما در پاسخ به سال اول اشاره کردین به اخبار اعدام‌های هموطنانمون در بلوچستان. اگه میشه آخرین اخبار رو در این رابطه ما بدین و اینکه چرا رژیم دست به این اعدام‌های جنایتکارانه میزنه؟ هدفش چیه؟ البته همونطور که ما قبلا هم گفتیم، در واقع 29 مرداد 1401 تا امروز حدود 124 نفر اعدام کرده. و تو این هفته گذشته، تو دو هفته گذشته و آخرین اعدام دیروز صبح بود که 14 اردیبهشت، که رژیم به بهانه مواد مخدر شروع به اعدام هموطنان بلوچ ما کرده. ببینید، فقط اعدام نیست. من برای اینکه تکمیل بکنم سوال رو، بخشی از جنایتی که داره صورت میگیره اعدامه، ولی در کنار اعدام ما میبینیم که اینا ریختن خونه های مردم تو اون منطقه رو دارن خراب میکنن، یعنی بنیاد مسکن و نیروی انتظامی تو بخشی از مراکز شهرهای سیستان بلوچستان رفته و خونه‌های مردم رو بر سرشون داره خراب میکنه. میبینیم که جوانا رو که تو خیابون با موتور دارن حرکت میکنن به رگمال میبنده میکشه. میبینیم تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام میکنه. میبینیم خیلی از سری از هموطنان ما رو توی چند روز گذشته گرفتن به جرم اینکه اینا افغانی هستن و اینها پاسپورت ندارن، مدارک شناسی ایران ندارن، اینها رو به زندان انداختن و اینها رو به افغانستان و پاکستان دارن برمیگردونن. یعنی ببینید، فقط علاوه بر اعدام، یعنی جنایت رژیم خیلی گسترده‌تر از این هستش. ولی در ارتباط با اعدام، طبیعتاً ببینید، خیلی از مجامع جهانی، مجامع حقوق بشری اعلام کردن که تنها دلیلی که میتونه وجود داشته باشه که رژیم به این شکل دست به کشتار زده، در واقع یک انتقام از مردم اون منطقه به خاطر همین جمعه‌های اعتراضی هستش که بعد از 9 ماه ادامه داره و رژیم تمامی ترفندها رو اعمال کرد برای اینکه بتونه کنترل بکنه و تا الان موفق نبوده. تنها راه حلی که جلوش هست با ایجاد جدل و وحشت و کشتن مردم تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر، اشرار، در واقع این همه واژه‌ها رمزواژه‌هایی هستش که همه مردم ایران مفهومش رو میدونن و واژه‌های آخوندساخته هستش، ولی با اعدام اینها یک ذره چش گرفتن از مردم و به سکوت وادار کردن مردم و امام جمعه هستش، کما اینکه می‌بینیم که خوشبختانه حرکت امروز نشون داد که نه تنها مردم نسبت به اعدام‌ها، خونه خراب کردن‌ها و زندان‌های آنچنانی عقب نشینی نکردن، بلکه خیلی امروز خشمگینانه‌تر، یک خشم مقدس توی خیابون‌ها اومدن و بعده رژیم شعار دادن. با آخرین شعارشون این بود که این آرمان ما پایان نداره یا مرگ یا شهادت. پس در جواب سوال شما، به طور خلاصه بتونم بگم که اونچه که هر آدم عاقلی و هر ناظری اونچه که دیده و میگه، در واقع یک نوع انتقام گرفتن از مردم اون منطقه به خاطر اینکه 9 ماه اونها ایستادن در مقابل رژیم و هیچ گونه کوتاه نیومدن و به حرکت خودشون تا به امروز دارن ادامه میدن و رژیم به این شیوه از اونها داره انتقام بگیره. بله، خب شما الان اشاره کردین به انتقام گیری رژیم از مردم بلوچستان، مردم دلاور بلوچستان، و از اون طرف هم ما شاهد بودیم تو همین هفته که جوانان بلوچ به یک سرکرده نیروی انتظامی در سراوان تهاجم کردند
پیام این تهاجم به عنوان آخرین سال به نظر شما در کنار تظاهرات مردم این خطه چیه؟ ببینید توی منطقه سیستان بلوچستان مثل همه جا یک طرف جنایت، خشونت، زندان، شکنجه، اعدام هست، به یک طرف استادگی مقاومت هستش. این چیزیست که در واقع این دستور کاریست که توی 44 سال در مقابل این رژیم وجود داشته. امروز اگر میبینیم از طرف مردم این حرکت ها رو میبینیم، من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم لازم میدونم یه مقدار شرایط رو توضیح بدم. امروز ببینید امروز در واقع همه مردم ایران به طور عام و به طور خاص اون منطقه سیستان بلوچستان، رژیم تو 4 جبهه داره با این مردم میجنگه. اولین جبهه اینه که اومده تمامی نیروهای انتظامی خودش رو، حتی استانداردها رو اونجا برای عناصر نظامی گذاشته، به این شکل داره مردم رو زیر فشار قرار داده و هر روز مزاحمت برای مردم ایجاد میکنه. دوم سیستم قضایی خودش رو آورده پشت این کار. ببینید تو همین کسانی که اعدام شده بودن تو این دو سه چهار روز گذشته، خانواده های اونها گفته بودن که ببینید پرونده های اینها هنوز بررسی نشده بود، ابهامات تو پرونده اینها بود، هنوز روال قضایی خودش رو طی نکرده، ولی قوه قضاییه بتونه توجه به این ابهامات در پرونده حکم اعدام صادر کرد. پس این یک جبهه‌ای که رژیم، دوم جبهه‌ای که رژیم گشوده علیه مردم، جبهه سومی که رژیم علیه مردم گشوده در واقع حضور وزارت اطلاعات و نیروهای وابسته و مزدورهای وابسته به وزارت اطلاعات هستش که اینها در خارج کشور، یعنی اون دو جبهه در داخل کشور عمل میکنه و دو جبهه هم در خارج کشور. در خارج کشور همین وزارت اطلاعات و مزدوران اون هستش که علیه مردم سیستان و بلوچستان دارن فعالیت میکنن. کمی که من یک مورد مشخص به شما بگم، همین مزدور نفوذی فرد به اسم ایرج مستاقی که از طرف تمامی زندانیان سیاسی و مقاوم، چه مجاهد و چه غیر مجاهد، بایکوت شده، به خاطر اینکه یک عامل نفوذی تو وزارت اطلاعات هستش، توی یکی از این تلویزیون هایی که از طرف وزارت اطلاعات تقدیم میشه اومده میبینه علیه عالی‌ترین مراجع مذهبی اسلام بلوچستان، چه آقای مولوی عبدالحمید، چه آقای مولوی گرگیز، اینها رو آخوند و خیلی لنفنی با اینها برخورد میکنه. در واقع در حدد دست بدن سر این جنبشی که تو اونجا هستش اقدام میکنه. یه جبهه چهارم هم که گشود رژیم استفاده از بقایای سلطنت و باقی مانده های ساواک هستش که اگر نگاه کردیم تو محافل مجازی، اینا به طور گسترده شروع کردن فعالیت کردن علیه مراجع مذهبی علیه هستن نو و حرکت اعتراضی که مردم دارن انجام میدن. پس در واقع میبینید رژیم تو 4 جبهه داره علیه مردم عمل میکنه. مردم وقتی که این حرکتی که شما دارین میگین تو سیستان اتفاق افتاد، در واقع یه فرد بوده به اسم علیرضا شهرکی که این رئیس آگاهی اونجا بود که این رو خلاصه به سزای اعمال جنایتکارانش رسوندن و تنها این نبود، توی قم، توی تهران هم توی خودمان گفتیم لاشه یک آخون رو توی دوبا آب پیدا کردن. این حرکت رو گسترده در تمامی کشوره. چرا؟ به خاطر اینکه این در واقع یک پیام داره. پیام اینه که مردم ما، چه در کل ایران و چه در سیستان بلوچستان، مردم ما آگاه هستن و دیگه گول حرکت های مخدوگرایانه رو نمیخورن و اجازه نمیدن که کسی بخواد چیکار بکنه این وسط ابهام ایجاد بکنه و اونها رو گول بزنه. این یک پیام. یه پیام دیگه این که مردم گول سیاست های استعماری و ارتجایی رو نمیخورن. مردم گول این دیکتاتوری که نوشته شده مبنی بر نافرمانی مدنی، مبنی بر خشونت پرهیزی، مبنی بر اینکه ما سپاه پاسداران فرزندان ما هستن، مردم گول اینها رو نمیخورن. و اینکه مردم یک جواب دارن، آتش جواب آتش. مردم در مقابل رژیمی که 44 سال داره جنایت میکنه و 9 ماه داره میکشه، مستقیم داره میکشه، آگاه شدن و گول حرکت استعماری و ارتجایی رو نمیخورن و یافتن راه حل رو یافتن که با در واقع کشتن این افرادی که در واقع سرانگشتان نظام جنایت هستند، افرادی که دارن جنایت میکنن، تنها راهی که مقابل مردم قرار گرفته اینه که مردم بتونن اون انتقام انقلابی و در واقع پاسخ دادن به جنایتی که علیهشون تو این سالها و تو این چند ماه داره صورت میگیره با یه پاسخ صحیح و مناسب که در واقع از بطن مردم برخواسته، دل مردم برخواسته،
امروز دارم پاسخشو میدم. این پیام است که برای همه ما هست و روشنگر هستید و در واقع نفع کننده تمامی حقوق بازی ها، کلف ها، شارلاتان بازی های سیاست های مماشاگریانه و استعمارگریانه است که امروز میبینیم که فقط تو محافل مجازی، البته تو سطح خیابون، در کف خیابون تنیسیده وجود نداره، توی رستوران ها و توی هتل ها و توی دانسینگ ها و توی محافل خلاصه آنچنانی اینها صحبت ها رو میکنن و مردم پاسخشون رو اینجوری فکر میکنن خیلی خوب و زیبا دادن و از این بعد هم ادامه خواهند داد. بله، خیلی ممنونم از شما آقای شمیرانی که دعوت ما رو پذیرفتین و به سوالاتمون پاسخ دادین و در این گفتگو همراهمون بودین. من هم تشکر میکنم از شما از اینکه این وقت رو به من دادید که بتونم با هموطنان بلوچمون دو کلمه صحبت کنم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.